بود خدمت شما دوستای عزیز و گلم، وقتتون بخیر باشه، صبحتون عالی. بچه اومدم در رابطه با یکی از ابهامات مهم در واقع این ترمیم معدل صحبت بکنم و خبرها رو هم اینجا براتون میگم، یعنی خبرهایی که امروز اتفاق افتاده. کلن ترکیبی هستش ویدیو و بهتره که ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید، چون خبرها رو بعد از این مورد براتون میگم. ببینید بچه، بازم با این که ما قبلا ویدیو ضبط کرده بودیم، ولی خیلی از بچه ها متاسفانه این مورد رو در نظر نگرفته بودن که وقتی یک نفر میاد ترمیم معدل میکنه، خب اسمش اصلا اشتباه ترمیم معدل، باید بگیم ترمیم نمره دروس، که این درسته. خب چون وقتی که شما به عنوان یه دانشجو، به عنوان یه دانش آموز دیپلمتو میگیری، خب اون دیپلم چه اتفاقی براش میفته؟ یه معدل کل داره، حالا یه معدل کتبی هم داره، درسته؟ بعد تو میبینی که افتضاح مثلا نمرت، یا خوب نیست، یا متوسطه، یا خوبه، میخوای بهترش کنی، میای به حساب اون در واقع ترمیم رو شرکت میکنی، نمرات ترمیم رو شرکت میکنی، و اتفاقی که میفته اینه، شما میری مثلا همه درساتو 19 میگیری مثلا. این حتی ترمیمی که میکنید، ما قبلا گفته بودیم، ببین این یه بحث تکراریه ولی جدیدش اینه، قبلا گفته بودیم که توی معدل کلتون تأثیر نداره، یعنی صرفا نمره‌ای که میگیری برای سنجشه، اما همون نمرات در معدل کتبیتون هم تأثیر نداره، یعنی اصلا به طرز عجیبی، یعنی مثلا معدل کل شما 15.67 دیپلم، معدل کتبیتون 11.2 به عنوان مثال، خب چون داشتیم همچین دانش آموزی 11.23، 11.47 مثلا، شما ترمیم بدی همه دروس 20، همشون 20، همشون، ولی همچنان 15 خورده‌ای و 11 خورده‌ای توی دیپلم میمونه، ولی این نمرات ارسال میشه برای سنجش در جهت چی؟ در جهت این که شما بتونید سوابق تحصیلیتون رو، ترازش رو افزایش بدید. این برای ما شرطه. حالا اگه شما بخوای استخدام بشی، اگر بخوای با سوابق تحصیلی وارد دانشگاه بشی، نگاهی دیپلمت میکنن، ترمیمی وجود نداره، یعنی میگم همه این نمراتتو 20 گرفتی، ولی اگه بخوای با سابقه تحصیلی بری دانشگاه بدون کنکور، نگاهی دیپلمت میکنن، دیگه اونجا راهی نداری. اگه نمرت بالا باشه اوکی، اگه بالا نباشه دیگه خب شرایط برای شما سخت خواهد شد. و نکته بعدی هم اینه که اگرم بخواید استخدام بشید، کاملا به همین صورته. خب بریم سراغ خبرها. هنوز خبری از انتخاب رشته فرهنگی ها نیستش، نمیدونم کی میخواد بیاد، امروز نمیدونم چندمه، 28مه، 29مه، نمیدونم درست، ولی آره هنوز تا به الان هیچ فرایندی شروع نشده، نمیدونم قبل کنکور دیگه میاد یا بعد کنکور میدن این مورد رو، چون واقعا در تعجبم. این سه ماه یکی از سخت‌ترین سه ماهه ها خواهد بود، حالا از الان، از دو ماه به بعد، چون امتحانات مستمر دانش آموزا شروع میشه، کنکوریا شروع میشه، امتحان نهاییشون شروع میشه، ما خودمون دانشگاه امتحانات مستمر، امتحانات نهایی، انتخاب رشته بچه های فرهنگیان که کارشون هم بسیار بسیار سنگین هستش، این موارد رو ما داریم، و از اون طرف خیلی استرس های دیگه که باید کارهاش انجام بشه. به خاطر همون که توی این دو سه ماه سعی بکنید، توی این آره دو ماهی که هستش، سعی بکنید که روحیه خودتون رو حفظ بکنید، انگیزه خودتون رو حفظ بکنید، که انشالله بتونید به یه سطح خیلی بالایی برسیم و این زمان رو پشت سر بذاریم. ترمیم معدلم که 1 اردیبهشت ما شروع میشه، تا بتونم آموزشش رو براتون قرار میدم، نیاز نیست نگران این مورد باشید شما. و راجع به ترمیمم که دیگه واقعا بیش از 10-15 تا ویدیو دادیم، ویدیوهای کامل که هم توی همشون توی همین 7-8 روز اخیر بوده، میتونید برید نگاه بکنید. دیگه این که در رابطه با امتحان نهایی ها هم که براتون گذاشته بودم، 30 شروع میشه که فکر کنم با کتاب دین و زندگی بود، که میتونید به مدرسه خودتون مراجعه بکنید و اون دفترچه امتحانات رو دریافت بکنید و هیچ مشکلی برای شما نخواهد بود. و این بود از خبر امروز. در کل امیدوارم که موفق باشید. یا علی.